گل الان تو تا بزنید تو گوگل موگل بزنید کوفتی، اول از همه همین آرتیستی که کشته شده میاد دیگه، با خرمیان قدیمی نمیاد که، یا بچه هم همونی که دم دستشه میخونه، همه تونه گذاشتن سر کار، یا بعد همه سر کاریم. حالا یک نمونه دیگه، مثلا یه هفته است که آوردن زینب فاحشه خونه باب کرده، 2 میلیون دلار هم داده خانم ماریا معلوف، اینو گفته و فلان اینا. این برای ما جالب بود، من خوب گفتم یه هر کار بکنه که این کار نمی کنه، هر کار بکنه. بعد هم تحقیق کردم خانم معلوف رو من میشناسم، اشون باباش امین معلوف، دیدم از دم دروغه. آقا میخواین دروغم در بیارن به ذهن تو بدن تو، ولی همه الان پذیرفتن، همه پذیرفتن که زینب یه فاحشه خونه با کرده، همه پذیرفتن، استثنا نداره که یکی بگه نه. دروغ از من، عربی بلدم، لبنان میشناسم، افراد دارم، دوست دارم، تحقیقات دارم، میتونم من اطلاعات بگیرم اصلا. بعدم تازه اون اسمی که استفاده کردن چیه؟ معلوف. معلوف آقا تو دنبالش هم نمیری، معلوف که امین معلوف کسیه که شما سیدی منو در رابطه با عمر خیام حتما اکثرتون گوش کردید، خیام و این جهان فرسوده، وگر نمیتونید برید روی اینترنت به رایگان گوش کنید، خیام و این جهان فرسوده، کار سیاوش اوستا، 3 ساعت تو ماشین بذارید گوش کنید، حال کنید، موزیکای داره از استاد دانشور روحانی، اکثر هنرمند توش موزیک دارن. اینو میدونید من چرا نوشتم، چرا گفتم؟ چون امین معلوف، همین که میگن ماری معلوف دخترش، این یک کتابی داره به نام سمرقند، با همه زبونا در سطح وسیع هم منتشر شد، ضد ایران و ایرانی هست، اصلا ضد فرهنگ و تاریخ ماست. عمر خیام رو اومده یک آدم معرفی کرده که این مواد مخدر با حسن صباح میکاشتن، مواد مخدر میدادن اینا مصرف میگردن، مردم میرفتن عملیات تروریستی انجام میدادن و چه و چه، همه اصلا آدم دروغ. کتابش هم سمرقند خیلی فروش کرده و میکنه، یارو هم خیلی رفته بالا، پولش هم دشمنان ایران صدام حسین داده. و صدام حسین از این بعد وقتی بهتون میگم بدون یعنی قادسیه آخری، چون قادسیه آخونده هم باز قادسیه بود، این نگید قادسیه بعد از آخونده، باز قادسیه صدام حسینه، یعنی سال 43 سال پیش قادسیه روحانیت بود، حمله کردن بر سرزمین آریایی این تازیان، همین عرب هایی که الان حاکمن، آیت الله ها، همین آخونده. و 2 سال بعدش، 41 سال پیش صدام حسین حمله کرد قادسیه بعدی که اونجا دیگه چه قتل ها میکردن. تو این قادسیه امین معلوف اینا هنوز هم هستن، مثلا شما فکر کنید حزب بعث رفت تموم شد؟ حزب بعث هنوز هست، صدام حسین رفت، حزب بعث هست، تازه حقوقشون هم داره خامنه‌ای میده، جمهوری اسلامی داره میده. من مسیح مهاجرین ازش سپاسگزارم، اخیرا اومده اعلام کرده، گفته آقا حوزاین میره ببندین، پول و حقوق بینا ندید، حرف حساب زده پشتیبانی کنین مردم از اینا، هر کی از حرف حساب زده برید ازش پشتیبانی کنین، میلیارد ها دلار به نفع خود شما میشه. تسلیم این توییت های احمقانه نشین، هی براتون بذارن تو سر کار. چرا توییت زدین که زینب فاحشه خونه با کرده؟ چرا؟ بخاطر تظاهراتی که دارید میبینید، مردم برخواستن. الان دلاوری ها اینا رو ببین، زاینده رود میگن آب میخواد، آقا چقدر متلک میگفتن، جوک میگن برای آذربایجانیا، برای شمالیا، برای مشهدیا، برای اصفهانی، الان همه برخواستن دیگه، چون دیدین چه تظاهرات سلحشورانه. آقا یقه آخوند رو میگه، همه روحانی داریم تو اصفهان، طلبه داریم، مرجع داریم، صدا بیرون نمیاد، بلبل ایران خاموش شده، بلبل دنیا خاموش شده، زاینده رود خاموش شده، محیط زیست مردم به خطر افتاده. وعده آدمای با غیرت، وعده آدمای با شرف، فردا، روز بعد، روزهای بعد، ساعت 9 صبح همین جا جلوی استان داریم. آب که زنده بودی، خوشی در عدم ماست، راضی به آن بودی. اینا رو ترسونده، اینا رو ترسونده، بعد هی میخوان یه چیزی بیاورینن. الان چون این تظاهرات بود یه زینب رو میارن، آقا خود اطلاعاتون رو میسازه، یعنی این توییتر خود وزارت اطلاعات میسازه برای شما میفرسته، چون
به درک زینبا بگن چی شده، برای اونا که فرق نداره باباش زدن خودشون کشتن به مولا گوشت قربونی. برای تو ذهنی الان دیگه همه توییت زینبا میذارن فاش خور با کرده از اون بالا تو بعدی هم دارید.